سلام عرض میکنم به پارسیبان و تمام دوستان و عزیزانی که از طریق پارسیبان این ویدیو رو مشاهده میکنند. در قسمت استاد رهنورد زریاب هم من و هم سایر دوستان و علاقمندان ادبیات در افغانستان و در ایران مطالب زیادی نوشتند و سخنرانی های زیادی ایراد کردند. من از سال 2018 به این سو خب مطالب خیلی زیادی در مورد آثار استاد رهنورد زریاب نوشتم و در محافل زیادی هم در باره استاد و آثار او صحبت کردم. البته آن که برای من به عنوان علاقمند استاد زریاب و به عنوان کسی که آثار او را ارزش قائل هستم و می خوانم اهمیت دارد این هست که استاد رهنورد زریاب در تاریخ ادبیات داستانی افغانستان یک نقطه عطف هست. ببینید تاریخ هزار سالی ادبیات فارسی نقطه های عطف اندکی دارد، یعنی به تعداد انگشتان دست. شما تاریخ هزار سالی ادبیات فارسی را وقتی میبینید خب 4-5 تا در واقع نقطه عطف بیشتر نداریم. صنایع هست به دلیل اینکه باعث تبدیل پارادایم در تاریخ شعر فارسی میشه و بعد سعدی هست و مولانا هست و نیما هست و به یک نحوی مثلا گاهی فروغ هست و اینها. یعنی اینکه تعداد نقطه های عطف در تاریخ ادبیات فارسی خب خیلی کم هستند، اما رهنورد زریاب به عنوان نقطه عطف در تاریخ ادبیات معاصر افغانستان چهره مهم و ارزنده هست. ببینید زریاب باعث شد که یک شیفت در پارادایم ادبیات داستانی ما اتفاق بیفته. ببینید این پارادایم شیفت را یا این تبدیل پارادایم را ادبیات داستانی ما وامدار کارهای استاد رهنورد زریاب هست. زریاب باعث شد که نظام گفتمانی و نظام‌های روایی در ادبیات داستانی افغانستان پس از 100 سال دچار دگردیسی و دچار تغییر بنیادین شود. زریاب فقط رمان ننوشت، زریاب راهی را رفت که در واقع که در واقع نقطه عطفی شد و این نقطه باعث شد که نظام‌های روایی و نظام‌های گفتمانی در واقع دچار دگردیسی و دچار تغییر شود. شما هر تغییری را که در نظام گفتمانی ادبیات داستانی افغانستان مشاهده می‌کنید دقیقاً از زمانی هست که گلنار آینه نوشته شده. ببینید ما نمونه ها و مثال های قبل از رهنورد زریاب داریم در تاریخ ادبیات داستانی افغانستان که حالا در برخی حوزه ها، چه در حوزه روایت و چه در حوزه گفتمان، یک سر نوآوری ها دارند، ولی اینها هیچ وقت سرمشق نویسنده های بعد از خودشان قرار نگرفته. یعنی اینکه به سخن گفتن نیامده این تغییرات، تبدیل پارادایم و تبدیل گفتمان، تبدیل روایت با کارهای رهنورد زریاب به سخن گفتن شروع میکنند، به دیالوگ با نویسنده های دیگر شروع میکنند، به گفتگو و ارتباط با نویسنده های دیگر شروع میکنند. بنابراین جایگاه رهنورد زریاب در تاریخ معاصر ادبیات داستانی افغانستان جایگاه قابل توجه و خاصی هست، جایگاهی را که صنایع در عرفان ادبیات فارسی دارد. این جایگاه را رهنورد زریاب در تبدیل پارادایم و تبدیل نظام‌های روایی و گفتمانی در تاریخ ادبیات داستانی افغانستان دارد. امیدوار هستم دوستان و علاقمندان ادبیات بیشتر از این بر آثار و نوشته های استاد رهنورد زریاب تمرکز کنند و با تحقیق و پژوهش
لایه‌های بسیار بسیار پنهان و لایه‌های بسیار بسیار پرمعنای آثار استاد رهنوردی زریاب بپردازند. روان استاد شاد و روزگار همه دوستان خوش باد.